در بخش دوم از این سری سخنان به مبحث سیمرغ از مرغ خیالی تا نجات دهنده زال، فرزند سام و پدر رستم میپردازم. اما توصیه می شود پیش از پیگیری این بخش، بخش اول سخنان را از نظر بگذرانید. کشف آثار میراث باستانی در خطه جیرفت نشان داده است که یک تمدن و فرهنگ دیرینه با قدمت بیش از 5000 سال در این مکان تکاپو داشته است. باستانشناسان از تمدن کهنی به نام ارته در این خطه خبر دادند. در میان آثار یافت شده در این منطقه تندیس‌های بسیار مرغ و پرنده دیده شده است. نمونه ای از آن. این پدیده نشان می دهد که در میان اقوام این خطه باورهای گسترده‌ای در مورد مرغ، بال و پریدن و پرواز وجود داشته است. روایت می شود مرغی به نام مرغ انزو در کوههای زاگرس که تحت حکمرانی ارته بوده است آشیانه داشته تا از سنگهای درخشان لاجورد این کوه نگاهبانی کند و آنها را از دست برد سومری ها مسون بدارد. روایت وجود مرغ انزو تدایی کننده سی مرغ است که در قله دماوند آشیانه داشت و زال پدر رستم را با شیر خود تغذیه کرد و پرورش داد. اصولا در باورهای اولیه ایرانیان باستان مرغ و بال و پر و پرواز مجموعه الهام بخشی برای تأکید بر بالندگی و سرفرازی، پناهگاهی برای رهایی از قفس تنگناهای دوران بوده است. به قول مولوی، تو مرغ چار پری تا بر آسمان پری، تو کجا و ره بام و نردبان ز کجا؟ بیان چهارپر شدن را مسلح به بینش آزادگی با روانی مستقل و فارغ از وابستگی های دنیوی دانستند. مصادیق تمایل به چهارپر شدن و پرواز در پوشش شاهان، مجسمه شاهان و شخصیت های شاخص عصر باستان ایران که به مانند بال طراحی شدند و یا بالدار شدن حیوانات، همگی نشان از آرزوی آزادی و پرواز به برای آسمان ها و آرام گرفتن در دامن مرغ انتزاعی بوده است. برخی اعتقاد دارند که عبای کنونی آخوندها هم تقلیدی از پوشش بال مانند ایرانیان باستان بوده است. در گورستان ها به دفعات دیده می شود تصویر رفتگانی که با بال بر کتفشان تزیین شده است. چنین صحنه های انکار مرگ بلکه پرواز به جهان دیگر و آرامیدن در آن را تداعی می کند. و بالاخره بال و پر جایگاه قدسی پیدا کرده و در آرم فروهر عینیت پیدا می کند. نه فقط در ایران باستان، فرهنگ مبتنی بر بال و پرواز در مصر و بابل نیز رواج داشته است. نیاز است تأکید شود آرم فروهر نمونه مفصل و مجهزتر از نمونه های مصر و بابل و آرم میترایی بوده است که منطبق با ذوق ایرانی طراحی شده است. بالهای فروهر از سه بخش تشکیل شدند که پیام پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک و وحدت آنها را به میان مردم اشاعه می دهد. اگرچه آرم فروهر منحصر به آیین زرتشتی معرفی می شود، به نظر برخی از صاحب نظران اصالت این آرم را باید در باورهای بکر ایرانی قرنها پیش از رواج آیین زرتشتی جستجو کرد. در حاشیه بد نیست بدانیم پژوهشگران ژاپنی دروازه ورودی معابد سنتی ژاپنی را که با ساختار نمادینی
به نام توریی که معنای آشیانه مرغ می‌دهد تزیین می‌شود را تقلیدی از ساختار فروهر دانستند. ساختار نمادین دیگری که از تناب به هم پیچیده زخیم با آویزهایی طراحی شده است و به شیم نوا در زبان ژاپنی معروف است، گفته می شود از فروهر ایرانی الهام گرفته است. سیمور در بندهش سعینا مرغه نامیده می شود که بسیاری آن را به عقاب سپنجه تعریف کردند. سیمرغ نماد مهربانی و منجی انسان را برابر با عقاب دانستن بسیار کم لطفی است. عقاب پرنده خشن و آزاردهنده در سمت مخالف سیمرغ که پرورنده جان است قرار دارد. ایرانیان باستان با ایجاد پیکره‌های پیچیده و متضاد، آرزوها و ایده‌های خود را در آنها متبلور می‌ساختند. به همین جهت است که پیکر سیمرغ در زمان‌ها و شرایط گوناگون به نحوی ترسیم می‌شود که آرزوها و خواسته‌های جامعه همعصر خود را به تصویر بکشد. نمونه یک سیمرغ اثری به جا مانده در عصر ساسانیان را مشاهده می کنید. اگرچه به جز بالها هیچ عضوی که آن را در طیف مرغ قرار دهد قابل تشخیص نیست، اما همچنان مرغ خیالی سیمرغ است. سیمرغ مرغ خیالی بوده است با ترکیبی از اعضای سگ، خفاش، طاووس و موش. سر سیمرغ به مانند سر سگ با گوش‌های برافراشته آن طراحی شده است. سگ در میان ایرانیان باستان مقدس بوده است. چشمان سگ، چشمان تیزبین و بینی و گوش‌های حساس سگ حامی مردم در جستجوی دشمن و اجسام مضر و خطرناک بوده است. خفاش یا شبکور اگرچه به شبکور هم مشهور است، اما به جهت پرواز در شب با عامل کشف حقیقت در فضای حتی تاریک و پیچیده بوده است. طاووس که نماد رنگارنگی و زیبایی بوده است، در بال سیمرغ مستاق حمایت از رنگارنگی ایده ها و روش های متنوع زندگانی را دارد. ملک طاووس در آیین ایزدیان یا یزیدیان اقوام کرد همان سیمرغ ایرانیان است که تغییر شکل داده است. می توان برابری و برادری طاووس و سیمرغ را در شعر فریدالدین عطار نیز جستجو کرد. ای جلوه‌گر عالم، طاووس جمال تو، سرسبزی و شبرنگی وصف خط و خال تو، صد مرد چو رستم را چون بچه یک روزه، پرورده به زیر پر سیمرغ جمال تو. در جای دیگر رنگارنگی و تنوع سیمرغی در داستان سفر سیمرغ عطار به خوبی جلوه‌گر می شود. سیمرغ مرغ انتزاعی به نماد وحدت در اجماع و هماهنگی تنوعات سی تا مرغ توجیه پذیر می شود. سیمرغ را سی رنگ هم گفتند. جز خیالی ندیدم از رخ تو. عبدالواسع جبلی. و بالاخره موشوارگی سیمرغ به جهت سوراخ زی بودن آن بوده است. سوراخ زی بودن سیمرغ بیان آن بود که خدای خانه و آشیانه است، چه در فراز کوه و چه در پهنای زمین و چه در اعماق جسم و ذهن انسان باشد. در هزار سال پیش فردوسی در اثر جاویدان شاهنامه با مطرح کردن سیمرغ به عنوان مرغ نجات، نقش خود را در اعتلای اسطوره به نحو خلاقانه‌ای تثبیت می کند.
داستان زال فرزند سام یکی از داستان‌های مشهور انسانی ایرانی اصیل است. سام که فرزند موسفید خود را به صفت پیرمردی شرم آور تعبیر می‌کرد، او را جهت نیست کردن در کوه‌ها به دست دیوان می‌سپارد. اما سیمرغ که در قله مقدس البرز که به کوه قاف هم مشهور بوده است آشیانه داشته است، به صورت ابر سیاه ظاهر می شود و فرزند را در آشیانه خود با شیر پستان خود پرورش می دهد و بزرگ می کند. زمانی که سام پدر از کرده خود پشیمان می شود و به دنبال فرزند می گردد، سیمرغ فرزند را تحویل می دهد و سبب رضایت پدر می شود. زال که نمی خواهد از سیمرغ جدا شود به سیمرغ می گوید: به سیمرغ بنگر که دستان، یعنی زال زر، چه گفت؟ که سیر آمدستی همانا ز جفت؟ آیا از من که جفت تو هم سیر شده ای؟ برای رفع این نگرانی است که سیمرغ در لحظه جدایی از زال به او میگوید: یکی آزمایش کن از زندگانی، و جفت پرهای خود را به او میدهد و توصیه میکند هرگاه نیاز شد پر را بسوزاند. آنگاه هست که سیمرغ برای یاری ظاهر می شود. این داستان در عین ساده بودن حاوی پیام بسیار انسانی بزرگی است. یکی آن که جان هر انسانی قداست دارد و باید به مانند مادری از آن حفاظت کرد، و دیگری آزمایش و تجربه بلاواسطه زندگی رمز موفقیت است. سیمرغ سبک زندگی را به انتخاب خود زال می گذارد. از امر و نهی و شرط گذاری و غیره برای او خودداری می کند. بار دیگر پر سیمرغ می سوزد و داستان نجات رستم از شکم آبستن رودابه مادر در شاهنامه ترسیم می شود. قداست سیمرغ بی جهت نبوده است. او فرشته نجات و یاری دهنده به نیازمندان توصیف می شود. صفات سیمرغ در این پیش آمدها: یکی دایگی، زایاننده و مامای هر کودک. 2 شیر دهنده و پرورنده هر انسانی. 3 جفت و انباز هر انسانی برای همیشه باقی ماندن. با این توصیفات بی جهت نیست که سیمرغ را نماد فرهنگ مادینگی یا ایزد بانوی ایران به شمار می آورند. لازم است تأکید شود برخلاف گشتاسب و اسفندیار که زرتشتی بودند و دین خود را تحمیل می کردند، خانواده زال و رستم پیروی دین زرتشتی نبودند. آنها سیمرغی بودند و تا به آخر سیمرغی هم باقی ماندند. تا بخش بعدی، بخش سوم، بدرود.